بشمشم حساب نسلیخ خانواده پر جمعیت بودن که بچه ها در فصل تابستان به پدر و مادر خیلی اصرار میکردن که اونها رو به یک پیکنیکی ببرند یک جایی که چشمهی باشه، آبگیری چیزی باشه که بتونن یک مقدار آبتنی کنند و اوقات خوشی رو داشته باشند. در حال اون پدر و مادر تصمیم گرفتن که روزی رو تعیین کنند برای اینکه بچه ها رو به پیکنیک ببرند و همه راهی شدند با تمام امکانات و روز بسیار شد و خوبی بود بچه ها واقعا هیجان زده شدند آب بازی کردند آب تنی کردند و انگامی که روز آرام آرام داشت به پایان می رسید اونها تصمیم گرفتند که به منزل برگردند و انگامی که همه وسایل رو جمع کردند و اومدن سوار ماشین بشن اون آقا هرچی جیبش رو میگشت سویچ ماشین رو پیدا نمیکرد از همسرش پرسید که سویچ ماشین پیش شماست همسرش گفت خیر اون آدن وسایل رو بررسی کردند این طرف و اون طرف سویچ پیدا نشد اون مرد گفت که شاید اونجا که ما نشسته باشیم به دفعه سویچ از جیب من افتاده باشه یا مثلا بچه اون رو برداشته باشن بریم ببینیم به چه صورت است کسی همراه من میاد یکی از بچه گفت من همراه شما میام و اینها با همراه افتادن رفتند و بقیه فامیل کنار ماشین منتظر ماندن انگامی که رسیدن به اونجایی که نشسته بودن هرچی جستجو کردن دیدن که سویچی چیزی نیست و اون مرد گفت که شاید این سویچ تو ته این به صدا آبگیر افتاده باشه اینجا باید ببینیم چون که به غیر از این دیگه ما رای نداریم اگر بود بود نبود که حال یک فکر دیگری خواهیم کرد این بود که اون مرد رفت درون آبگیر و یک دفعه متوجه شد که یک بچه ای اونجا گرفتار شده و به نحوی اون بچه رو برد بیرون و هنگامی که عرض شود عملیات احیان چیزهایی رو که میدونست انجام داد تونست که اون بچه رو به ارز شود زندگی دگر بار برگردونه و دورتر متوجه شد که خانواده نشستند و اون خانواده هم خانواده پر جمعیتی هستند و اصلا حواسشون نیست گفت که آیا این بچه بچه ای اونهاست و انگامی که رفت و با اونها صحبت کرد گفت که یه بچه تو آب گیر, گیر, گیر کرده بوده و تقریبا حالت بیهوش داشته و من برخشم سر رسیدم و اون رو نجات دادم و اونها وقتی که آمار بچه ها رو گرفتن دیدن که بله این یکی از بچه های اونهاست و بسیار از اون فرد تشکر کردن که اون شده فرشته نجات بچه اونها وقتی که اینها دیدن که نه سویچ پیدا نمیشه گفتن خیلی خوب برگردیم و یه فکر کنیم به حال زنگ بزنیم به اون مراکز امدادی که وجود داره تا بیان بلکه برنامه رو ردیف کنند وقتی که داشتن میرفتن یک دفعه با کمال تعجب دیدن که تمام افراد خانواده درون ماشین نشستند و صدای نوار بلند است و و منتظر اینها هستند اون آقا از خانمش پرسید پس چی شد اون خانم گفت که وسایل رو گشتیم و به هر سویچ رو پیدا کردیم و منتظر شدیم شما بیاین و همه چیز ردیف و خوب است اینجاست که میفرماد انسان در هر لحظه از جانب پروردگار بزرگ تعیین شده است براش که در کجا باشه چون که در هر لحظه انسان در محل خاصی که هشم تعیین کرده وقتی قرار میگیره اونجا یک سری برنامه های یک سری معمولیت یک سری کارهایی یک سری چیزهایی رو که باید به مرحله اجرا خواهد گذاشته خیلی از اوقات هست که انسان متوجه نمیشه و گاهی وقتا هم انسان میفهمه که چه مسلحتی در اون برنامه نافته بوده مثلا یک فرد ایشون برنامه میکنه از خونه که میخواد بیاد بیرون از چه خیابونی بره چه مسیر رو طی کنه و به چه مقصدی برسه ولی وقتی که میاد بیرون یک دفعه بدون اینکه متوجه باشه خودش رو تو یک مسیر دیگه میبینه خودش رو تو یک خیابون دیگه میبینه میگه چرا من اومدم اینجا؟ این باید بدونه که نظر پروردگار بزرگ هست که برای هر فردی تعیین شده است در هر زمانی در کجا باشه بنابراین اون فردی که با ایمان و با توکل کامل و اطمینان فراوان به پروردگار بزرگ تمام موقعیت های پیش آمده رو به خوبی میپذیره از جانب پروردگار بزرگ معمور میشه که بشه وسیله خیر و همچنین وسیله نجات و گشایش برای دیگران پس بنابراین انسان همواره در موقعیت های مختلف پیش آمده در زندگی بایستی که شاد باشه و خدا رو شاکر باشه و ازشم بخواد که فقط و فقط اون رو وسیله خیر و کمک برای دیگران قرار بده روز و روزگار بسیار خوب و خوشی رو برای همگی از آن رو زمندیم